بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در موضوع مامی بلاگرها و سویت هوم صحبت میکنیم. مادرانی که در خانه سعی میکنن از دستپخت خودشون، وسایل زندگی خودشون، فرزندان خودشون تصاویری بگیرن، فیلمهایی بگیرن و منتشر کنن. همینطوری که از اسمش مشخصه، مامی بلاگرها کسانی هستند که لاگ روزانه، یادداشت روزانه، یادداشت تصویری که همون عکس و فیلم میشه منتشر میکنن. و سویت هوم ها که خانه هایی که شیرین و جذابه، هر مستمع و بیننده ای که به اونها نگاه میکنه و از اونها میشنوه جلوه های زیبا، ویترین های درخشانی میبینه و فریفته اون تصاویر جذاب میشه. یه آسیب هایی داره، اون آسیب ها رو مختصرا در جلسه امروز بهش اشاره میکنیم. اول بحث کودکان کاره. کودکان کار در خیابان مشاهده میکنیمشون، بالاخره دست فروشی میکنن، به کار گرفته میشن. خیلی وقتها در فضای مجازی مامی بلاگرها از فرزندان خودشون کودکان کار مجازی درست میکنن. ساعتها وقت صرف اونها میکنن که یک چیزی یادشون بدن، صرف آرایش اونها زمان زیادی رو میکنن و همه این اتفاقات گویا یک پری پروداکشن، یک پیش تولید رسانه‌ای هست. کودکی که باید کودکی بکنه میره در قواعد یک سوپر استار شدن و چگونه جلوه نمایی کردن روبروی دوربین. اما آسیب بعدی که وجود داره ویترینی شدن عرصه خانه هست، یعنی هر چیزی سعی میشه که در کمال زیبایی تصویر بشه. این کمال زیبایی برای اینکه چشم نواز باشه، برای اینکه مخاطب فریفته بشه. اما وقتی واقعا رجوع میکنیم به خانه این افراد یا حتی مستندهایی که راجع به خودشون ساخته شده، اینا زندگی معمولی دارن، اما این قاب رسانه روش وقت گذاشته میشه که در این قاب هر چیزی در کمال زیبایی باشه. ساعت‌ها صرف چینش اجزای یک میز میشه که چگونه میشه قشنگتر و زیباتر باشه، اما در فرای اون میز در بقیه لوکیشن های خونه وقتی نگاه میکنی یک خونه معمولیه. اما مخاطب از همه جا بیخبر سعی میکنه تا آنجا که میتونه خودش رو نزدیک بکنه، زندگی رسانه‌ای سلبریتی خودش رو بیاد پیاده سازی بکنه در زندگی واقعی خودش. یادمون باشه مامی بلاگرها به معنای تولید کنندگان محتوا در فضای مجازی محترمند، اما نباید درگیر آسیب‌های این فضا بشن.